افغانستان زیبای ما به هر گوشه و هر کنارش و هر هموطن افغانستان که ما دوست داریم همیشه زیبا ببینیم و زیبا بسازیمش، حالا چی در کلمات باشه و یا هم چی در عمل. و خوش آمدین به استیج بزرگ اکسبول رو در رو. گیتی فرزام امشب میزبان شما در برنامه هستم با 8 دختر خانم پر انرژی که امشب در برنامه با ما هستن و قرار است که رقابت کنن. و شما دوستان اگر دوست دارین که در جمع ما باشین، پس بیاین در برنامه اشتراک کرده یک شب خاطر انگیز را اینجا با ما تجربه کنین. و ما امیدوارم شما دوستان هر جایی که هستین حالتون خوب باشه، پر انرژی باشین و امشب را که با ما آغاز کردینم یک شب خیلی خوب بر تمام شما عزیزان باشه. بازم دو تیم، دو مرحله، 10000 و 500000 تیم محمدی و نظامی در برنامه تشریف آوردن و حالا هم میریم معرفی میشیم با تیم محمدی و شانکف. بزنین دوستان، خیلی خوش آمدین. اومان جان خوش آمدین، انشالله که خوب و پر انرژی باشی دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و بار سلام خدمت شما گیتی ناز، تیم مقابل، اوزار گرامی و کسانی که از طریق پرده های تلویزیونشان ما را بیننده هستند. و یک سلام به کسانی که بیرون از کشور هستند. خوش آمدی اومان جان. خوش باشی. سلام. با دوستا چی نسبت داری؟ با خوارخونده ها، خواهرها، دخترای خاله، دخترای ماما تشریف آوردین. فاطمه جان خواهر میشه و ایام دختر مامای میشه. بسیار خوب. دوستم میشه. باران جان دوست است. باران جان خوش آمدی اومان جان. و مصروف کار هستی اومان عزیز یا هم در کارهای خانه مصروف میباشی فعلا؟ کارهای خانه هستم. بسیار خوب، خوش آمدین. و خواهر بزرگتر هم خودت هستی دیگه؟ بله خودم هستم. مرضیه، خیلی خوش آمدی به برنامه. سلامت باشی. سلام بر شما تیم مقابل، حاضرین در تالار و کسایی که ما رو بیننده هستن. مرضیم محمدی هستم، فارغ التحصیل رشته قابلگی. بسیار خوب مرضیه جان. فعلا هم جای کار میکنی هستم یا نه خیر؟ کار میکنم فعلا بیکار هستم. بسیار خوب. در خانه تا یک نیاز شما یگان سوزان و کنول که میزنی؟ حتما. بازه خانواده، فامیل باشه، دوستا باشه، هر کس که باشه. باز اگر اوما جان کدام وقت نیاز شما ازش از اینه میگیری یا نه؟ نه. چرا؟ خب بسیار خوب، خوش آمدی. سلامت باشی فاطمه. شب بخیر. شب خودت بخیر. سلام خدمت شما حاضرین در تالار و کسایی که از طریق پرده های تلویزیون ما را میبینید. و یک سلام به تیم مقابل، فاطمه محمدی هستم، یک تن از اشتراک کننده های برنامه رو در رو. خوش آمدی فاطمه جان. و خودت هم فعلا در خانه میباشی فاطمه؟ یک کدام مصروفیت داری زمان؟ نه در خانه میباشم. خب بسیار خوب. امرای اوما جان سرکارای خانه خود جنگ نمیکنین؟ نه. اوما سرت کار زیاد خانه انداخته؟ نه، کار ما مشخص است. مشخص است؟ بسیار خوب. باران خیلی خوش آمدی عزیز من. زنده باشین. تشکر. سلام به شما بیننده های تلویزیونی طلوع، کسایی که ما را برنده هستن. باران محمدی هستم، یک اشتراک کنندگان برنامه رو در رو. و یک سلامی خاص برای پدر جان مادر جان. خوش آمدی باران جان. اما جان گفت که دوستش هستی. بله. فقط دوست اما دیگه امرای دیگه شک. سلام علیک داری؟ البته یکی یعنی هست. خب فاطمه جان. بسیار خب. فاطمه جان در جمعتان متأهل است یا نامزد دار؟ نامزد است. خب بسیار خب. اگر چی اوما جان خودت بزرگ هستی فکر کنم؟ بله خودم بزرگ. نوبت دادی بر فاطمه؟ نوبت دادم. بله. هیچ اعتراض هم نکردی؟ نخیلی هیچ. خب بسیار خب. خوش آمدی باران جان. خودت مصروف چیز هستی عزیز من؟ محصل هستم در رشته قابلگی. بسیار خب. چقدر وقت میشه از در سایت؟ تقریبا یک و نیم سال شده است. البته سمستر آخرم است. و سمستر آخر است دیگه. بله. باران خوب بسیار خوب. کار عملی رم شروع کردین دیگه؟ بله، در شفاخانم کار میکنم. خوب پس دمی کنول زدن، سوزن زدن خودت تیز است یا مرضیه؟ من نظرت کنم نمیفهم. البته جاهای ما فرق میکنه زندگی که میکنیم. بله، اما هر دوتان دیگه هم رشته هستین نه؟ بله بله. خب فکر کنم مرضیه جان چون بیشتر کار کردن نه، شاید که سرعت مرضیه خوبتر باشه. حتما. خب خوش آمدین دوستا. امشب هم اینجا خوب رقابت کنین. من میبینم که شما یک تیم پرانرژی هستین. حالا ببینیم که برنده هستین نیستین و یا هم کدام مبلغ را از آن خود میکنین. مطمئنن که دیگه دنبال 500000 آمدین اوما جان؟ انشاءالله. توکل به خدا. بسیار خوب. کف بزنین دوستا و تیم محمدی. و معرفی میشیم با چهار عزیزه که اینجا هستن. چهار دختر خانم پرانرژی ماشاءالله زیبا و دوست داشتنی. سکینه جان شبت بخیر و خوش آمدی. یا رب از کوی تو بیرون نرود پای خیالم، چی برانی چی بخانی چی به اوجم بکشانی، نه من آنم که برنجم نه تو آنی که برانی. سلام خدمت شما گیتی جان عزیز، تیم مقابل، حاضرین در تالار و همه بیننده های عزیز چی در داخل و چی در خارج از کشور ما را تماشا میکنن. بیو سکینه نظامی هستم، سر تیم خانواده نظامی و همچنان محصل در یکی از اینستیتوت های شهر کابل.
بسیار خوب سکینه نازنین، خوش آمدی و فکر کنم رشته قابلگی باشه گفتم. چقدر وقت میشه؟ ما نو شروع کردیم. خب بسیار عالی و خوش آمدی به برنامه خودت. عایشه جان خودت هم خیلی خوش آمدی، شبت بخیر. خوش باشی گیتی جان، سلام به شما، سلام به تیم مقابل، سلام به حاضرین در تالار. دیگه عایشه نظامی هستم، یکی از اشتراک کنندگان برنامه رو دارم. خوش آمدی عایشه جان. با سکینه جان چی نسبت دارین؟ دیگه خانم بیادرش هستم. خودت خانم برادرش؟ خب بسیار خوب. و سکینه ننوی خودت درست است؟ یک آلمه شما نگفته باشم. امین از بطار خیلی از ما شما میتونیم در یک جای مثلا اگر خانم برادر ننوی ناخ چونه کمک دیگه باریکی ها دارن. خب خوش آمدی عایشه جان، مصروف کار هستی؟ خوش باشی، زنده باشی. نه دیگه گیتی جان فعلا در خانه هستم. دیگه در خانه هستی و متأهل هستی اونجرت؟ نه متأهل. متأهل؟ خب بسیار خوب، خوش آمدی. عمیرا سلام به خودت، خوش آمدی. سلام گیتی جان عزیز، خدمت شما، تیم مقابل، حاضرین در تالار و کسایی که از پشت پرده تلویزیون تولو ما را تماشا میکنن. همایرا نظامی هستم، یک تن از اشتراک کنندگان برنامه ایکس بول رو دارو. خوش آمدی همایرا جان. خودت چی نسبت داری با دوستای ما؟ ماریا سکینه جان خواهر مساویش جانم، خانم برادر. دوستان من رقصه یکم گنگ ساختین شما، باور کنید. اگر چند لحظه بعد از من پرسان کنید که کی چی کی میشه من اصلا نمیفهمم. خب اما قفای نو سکینه خواهر خود است. خود خواهر کوچکتر هستی مایرا؟ خب بسیار خوب، فعلا دیگه در خانه هستی مایرا جان. بسیار خوب. و دوست آخر محمد ادیا جان است، خوش آمدی ادیا نازنین. سلام با بلندتر صحبت کردی جان. و تیم مقابل ادیا نظامی هستم، فارغ صنف 12. خب خوش آمدی ادیا جان. تشکر. و با دوستای ما چی نسبت داری؟ دوستای ما هستن. تمام شن؟ بله. دوستای ما هم هستن مقصد. خب خوش آمدین دوستا، حالا انرژی داشته باشین دیگه، خوب رقابت بکنین که بتونین از اینجا هم دست پر به طرف خانه برین. و سکینه جان خودت دنبال کدام مبلغ با دوستا آمدی؟ خب برنامه دوستانه است و کوشش میکنیم که برنده باشیم و اگر 500 هزار رو بریم خب نور الان نور برش پلان هم گرفتین و نامنیزی کردین؟ تا فعلا نه، و اگر ببریم تقدیم پدر جانو میکنم. بسیار خوب، خوش آمدین دوستام، آرزوی شانس خوب براتون میکنم، خوب رقابت بکنین. حالا ببینیم که از دو تیم پرینرژی که امشب در کنار ما هستن و هر دو تیم دای برد دار همه قسم است دیگه دوستا، تیم محمدی و نظامی. خب میبینیم که کدام تیم میتونه برنده رقابت رودروی امشب موشه. و شما دوستان اگر میخواین پرقوت و پر انرژی باشین حتما اکس بول نوش جان بکنین. اگر به دنبال یک نوشیدنی انرژی سا با طعم‌های مختلف هستین اکس بول را امتحان بکنین. اکس بول سرشار از ویتامین های مورد نیاز بدنتان، اکس بول انرژی است برای زندگی و اکس بول براتون جایز خیلی خیلی خوب را تقدیم میکنه. شما دوستان میتونین که با نوشیدن یک اکس بول جایز مثل سیتای موبایل، لوازم خانه، موتور، موتورسیکل را به دست بیارین. پس بعد از این پیشنهاد میتون بیشتر و بیشتر اکس بول نوشان بکنین، شاید که خوش شانس شما باشین و بتونین که یکی از این جوایز را هم به دست بیارین. آماده؟ بله. پس یک بله خوب انرژی دار بگوین به من. بله. و ما هم میریم یک میان برنامه کوتاه داریم، بیننده رو در رو باشیم. اینجا رو در رو هست، مکان ارزش ها و جوایز، مکانی که هر لحظه و هر ثانیهش هم پولی هست. شما اینجا آمدن میتونین که پول های خیلی خوب ما را به دست بیارین و سوالات ساده که ما داریم فقط اونا رو پاسخ داده جیب پر هم به طرف خانه برین. و حالا هم میریم سمت سوال اول با دو سر تیم، تشویق کنین سکینه جان و اما جان را بفرمایین. خوش آمدین دوستان. کی فکر میکنه که ما را میبره سمت تیمش؟ هیچ کدام تا ما خیلی طرف میریم وقتا که سوال را پرسیدیم، درست است؟ خب آماده هستین؟ آماده هستیم. سوال که از شما دوستا میپرسم، اف پاسخ گرفته؟ صدم جزاره خیلی هم ساده است. میپرسم کلمه ای را بگویید که پسوند گر داشته باشد. اگر؟ سکینه؟ خب اگر که خودش یک کلمه است اما پسوند نداره ببینیم. نخیر. اما جان شانس آمد سمت خودت، سوال رو برات میخوانم، درست است؟ کلمه ای رو بگویید که پسوند گر داشته باشد. شاید.
دوستا اما جان شاید اگر شاید گر جور کنیم میشد اگر بدون از گر نداره. سوال را دوستا درست متوجه باشین، درست است بازم ببینیم پاسخ اما را که مطمئنا نیست دیگه. سوال را دوباره میخوانم دقت بکنین، من فهمیدم که شما سوال را درست متوجه نشدین. درست است کلمه را بگویید که پسوند گر داشته باشد. ستایشگر. اما جان امیدوارم که مسیر دیگه خودتان متوجه شده باشی، حالا سوال را درک کردین. درست است کلمه ای را بگوید که پسوند گر داشته باشه. برگزاری. شانس آخر که دقت کنین جواب بدین، اگر نی باز نفرهای دومین اونا جواب میتن. درست است دوستان کلمه ای را بگوید که پسوند گر داشته باشه، یعنی در آخرش گر باشه. سکینه. بیانگر. اما جان سکو خوب برای درست من توضیح بتونم کلمه رو بگو که پسوند دیگر در مواخرش گر گافری داشته باشه. بازیگر. خب شما تشریف ببرین دوستان، نفرهای دوم بیاین اونا جواب بتن. آیشه و مرزیه جان. خب دوستان سلام. سلام، خوش آمدین. آماده هستین؟ سوال خیلی ساده است. من فکر کنم که دیگه جریان متوجه شده باشین و پاسخ هم پیدا کرده باشین. منظور از پسوند گر یعنی در آخرش گافری داشته باشه. درست سوال را برتون میخوانم. کلمه ای را بگوید که پسوند گر داشته باشد. مرضیه خود هیچ نخواستی آیشه جان فشار بتی بزن. زرگر. زرگر ولی انتخاب شده که من فکر نمیکردم باشه. ولی شانس داری آیشه جان، پاسخ بده که امتیازش بلندتر از پاسخ مرضیه باشه. کارگر. بله پاسخ خوب، من فکر کنم یکی باشه. حالا ببینیم. ولی متاسفانه این انتخاب نشده. مشوره تیم شما چی است؟ خب تشریف ببر فعلا آیشه جان. ما هم میریم سمت تیم محمدی با سوال اول. فاطمه چرت و چیر میزدی. خب فاطمه جان کلمه را بگو که پسوند گر داشته باشه. آرایشگر. بسیار خوبش. حالا دارم مطمئنن که متوجه سوال شده این دوستام. تو رسته؟ خب باران جان کلمه را بگو که پسوند گر داشته باشه. شاید جادوگر باشه. جادوگر خیلی خطرناک. جادوگر را ببینیم دوستا. نه خیر انتخاب نشده. خب اوما جان بازم آمدیم سمت خودت عزیز من. بیانگر. سوال خیلی ساده است، پس پیدا کردی؟ بیانگر. بیانگر. بله. مشوره کنین تیم نظامی. دوستا شما فقط یک شانس دارین، یک کمک دقت بیشتر بکنین سوال را کش کنین که خوب پاسخ بدین. درست است. خب دوستا قبل از بریم سمت جوابی را بگین که وقتی که با هم یک جا هستین با سرگرمی تان چی از بیرون میرین در داخل خانه قصه میکنین؟ مطالعه میکنم دائما. بسیار خوب. پس خود اهل مطالعه هستی مرضیه؟ بله. ما چند دانه کتاب میتونیم مطالعه بکنیم؟ یک دانه دو دانه مطالعه میکنم در می رشته که میخوانم. میخوام که دیگه تحصیل خود ادامه بدم، پنجونا بخیر شروع شون. بسیار خوب. بسیار عالی. و شما چطور دوست خودت چطور؟ فاطمه اهل مطالعه هستی؟ نه. نیستی؟ نه. اما کوشش کنین که مطالعه رو در متقسم اوقات روزانه تان جای بتین، چون ما باید فرهنگ مطالعه رو در زندگی ما در جامعه ما ترویج بتیم تا که بدنا اطفال ما بیشتر و بیشتر کتاب مطالعه بکنن. خب مرضیه جان حالا هم پاسخ از خودت مشنویم. پس کلمه رو بگو که پسوند گر داشته باشه. این شانس آخرتون از دوستا که اگر یک چلیپای دیگه گرفتین من میرم سمت تیم عریف و گناه هم نیست دیگه. آهنگر. آهنگر. بله یکی خیلی دقیق است و ببینیم پاسخ را. بله بله بسیار عالی. و میره کم پیش برین دوستا، میتونین که بقیه جوابا را هم پیدا بتانین. درست است؟ فاطمه جان فکر کنم که فاطمه شوخ است. ما بسیار زیاد شوخ است. بله من هم کردم شوخی فاطمه را. فاطمه کلمه را بگو که پسوند گر داشته باشه. نمایشگر. مقصد فاطمه قبل از این جوابای جالب میداد نمایشگر. این جوابش هم نسبتا خوب است دیگه. حالا ببینیم انتخاب شده. این انتخاب نشده. شانس دارین. با سوال اول آمدیم سمت تیم نظامی که شانس آمد سمت شما دوستا. مشوره کردین؟ بله. خب حالا سوال را که درست متوجه شدین سکینه جان؟ بله. کاملا؟ بله. خب بسیار خوب. دیگه کلمه را بگو که پسوند گر داشته باشه. گردشگر.
گردشگر. گردشگری رو دوست داری هدیه؟ بله. و اگر بخوای که به تفریح و یا هم گردشگری به گفته خودت بری، دوست داری که در داخل وطن باشه و یا هم به خارج بری؟ نه، دوست دارم در وطن باشم. بله، وطن ما خیلی جای زیبایی داره که واقعا طبیعت زیبایی داره و میتونیم که اینجا حالا بریم به گردشگری، به تفریح. خب امیرا جان، کلمه‌ای رو بگو که پسوند گرد داشته باشه. با هدیه جان موافق هستم، گردشگر. آیشه جان چی میگی، خودت موافق هستی با دوستا کلمه که پسوند گرد داشته باشه؟ بازیگر. بازیگر؟ نکدی امرایشان موافقت؟ خب بسیار خوب. و سکینه، پاسخ نهایی چی است؟ کلمه که پسوند گرد داشته باشه. امرای امیرا جان و هدیه جان موافق هستم، گردشگر. مقصد امرای آیشه جان موافقت نکردی که خانم چیت میشه تو آیشه ببخشید؟ خانم برادر بستم. خانم برادر تان بود که خفه نشه مقصد. خب گردشگر؟ بله. و شما چی میگین دوستا؟ کلمه که پسوند گرد داره؟ زرگر که بود؟ برگر. این برگر شیه کمک جالب شد. خب بریم جواب با هم ببینیم که جواب دوستای ما انتخاب شده، یعنی گردشگر پاسخ بود. نخیر و امتیازات را تیم محمدی به دست آوردن. سوال خیلی ساده بود ولی در ظاهر به دوستای ما خیلی یعنی مشکل معلوم شد. حالا ببینیم جوابای باز نشده چی است. درست است. شماره هفتم را میبینیم. تماشاگر. شماره ششم ایلگر. چهارم و شماره اول هم روشنگر. اینا هم از موارد دیگه‌اش بود که شامل پاسخهای ما میشد. خب آماده هستین بریم سمت سوال دوم؟ بله. مرزی آماده؟ بله. نه، نوبت مرزی نیست، فکر کنم این بار نوبت امیرا جان و فاطمه شوخ هست. اما قسم هست آماده. خب میریم سمت وقفه کوتاه، بیننده رو در رو باشین. خوش برگشتین. شما بیننده رو در رو هستین و قرار است که ما یک ساعت تمام با شما عزیزان باشیم. دو تیم در کنار ما است که با هم رقابت کردن و بازم رقابت میکنن. تا حال امتیازات را تیم محمدی به دست آوردن ولی تیم نظامی بازم شانس دارن. و میریم سمت سوالات بعدی، سوال سوم، دوم و چهارم که مشخص میسازه تیم برنده ما کدام است. ولی حالا یک تشکری خاص از انرژی فوق العاده اکس بول. اگر به دنبال یک نوشیدنی انرژیزا با طعم‌های مختلف هستین، حتما سمت اکس بول برین. اکس بول انرژی است برای زندگی، ویتامین های مورد نیاز بدنتان را تکمیل می سازه و شما می توانید که اکس بول را در هر فصل سال با طعم‌های خوب که دارن نوشجان بکنین و در کنارش جوایز خیلی خوب را هم به دست بیارین. و این جوایز می تونه که سیت های موبایل، موتور، موتورسیکل و یا هم لوازم خانه باشن. من پیشنهاد می دم بیشتر اکس بول نوشجان بکنین، هم از کیفیتش و انرژیش لذت ببرین و در کنارش جوایز را هم رایگان به دست بیارین. خب نفرهای سوم به خاطر سوال دوم فاطمه و امیرا، شما بفرمایید. چون سوال اول را نفرهای دوم پاسخ دادن، ما هم شما را به خاطر سوال دوم زحمت دادیم. ناراحت که نشدین فاطمه جان. امیرا آماده هستین دوستا؟ بله. سوال که استان میپرسم، سروی شده 6 پاسخ گرفته و 100 امتیاز دارم. من سوال رستان میپرسم، چیز را نام ببرید که از بوره در آن استفاده میکنید. بس شد. اول ما زده بود. باور که شد. فاطمه؟ چای. چای بوره. خب بله، بسیار دقیق. امتیاز بلند در فاطمه پیدا کرد. مشوری تیمتان چیست؟ میرین یا واگذار میکنید؟ میرین. خب ما هم میریم با سوال دوم سمت تیم محمدی، ببینیم دوستای ما چطور پاسخ میتن سوال ده. باران جان، چیز را نام ببر که ما در او بوره اضافه میکنیم. حالا نوشیدنی و یا هم خوردنی، هر کدامش میتونه باشه. شیرینی. شیرینی؟ خب مشخص نکردی باران، مشخص بکو. 5 قهوه.
انتخاب نشده، اگرچه این مورد هم میتونه که باشه در قوه هم بعضی کس ها بوره اضافه میکنه ولی بعضی کس ها نی. کوش کنین که سوال را جواب را مشخص بسازین. دوست درست است اوما جان، چیز را که در اوما بوره اضافه میکنیم؟ شیر. چی اوما؟ شیر. شیر؟ مشوره دوستا، مشوره کنین. خب فکر کنم نمیخواین که پشت امی شیر و چای و قهوه را ایلا بتین دوستا. زیاد چای خور خونه استه اینو ما. نه خیلی خوش ندارم. قهوه را خود خوش داری؟ نه قهوه را، نه چای. آب می نوشی؟ آب زیاد می نوشم. خودت اصلا کار می کنی چون که آب فایدش بیشتر و بیشتر است. خب مرضیه جان. بله. یک شانس دارین که اگر جوابتان غلط باشه چلیپای سوم را میگیرین و من هم میرم سمت تیم نظامی، درست است؟ بله. خب چیزی را با مهدی مرضیه جان که ما در او بوره اضافه میکنیم. حلوا. آماده ساختی؟ بله. بله دستی مرضیه؟ بله. بسیار خوب. فکر کنم که جواب مرضیه جان دقیق هم باشه. در حلوا بوره اضافه میشه پاسخ؟ بله. بسیار عالی. امیر خان دوستا دقت بکنین روی جواب ها، میتونین که تمامش رو پیدا بکنین چون خیلی ساده است. درست است فاطمه که هیچ حتی سونه آشپزخانه نرفته. من مطمئن هستم اینال یک جواب فوق العاده برای ما میده. درست است فاطمه؟ چیزی که در او بوده هم اندازی؟ شیر برنج. اینه بلد هستی فاطمه. پس آشپزی را در بین شما اما جان میکنم. خب بسیار خوب. میریم پاسخ را میبینیم. شیر برنج. شیر برنجش بوره اضافه میشه ولی 100 نفر انتخابش نکرده. شانس دارین و فعلا هم تیم نظامی. خب دوستان شما هم یک شانس دارین که اگر پاسخ خوب را پیدا کرده باشین میتونین امتیازات سوال دوم را بعد از بیارین. درست است؟ عدیا جان چیز را بگو که ما دو بوره اضافه میکنیم. فیرینی. آمیرا جان چیزی که دو بوره اضافه میشه. فیرینی. آیشه چیزی که بوره اضافه میکنیم؟ کیک. کیک؟ آیشه جان آشپزی بلد هستی؟ بله. در کدام پختن کدام غذا مهارتت بیشتر است؟ زیادتر دیگه دم چیزای دیگه دیگه در شیرینی با بخن. شیرینی با میگه قابلی مثلا باشه باشه کمان تو. بله بله. و سکینه جان؟ باسو خود یکی از چیزی که ما در او برای اضافه میکنیم. حالا یک چیز میتونه هم خوردنی هم نوشتنی باشه. فیرینی. فیرینی؟ بله. بسیار خوب. در فیرینی بوره اضافه میشه؟ بله. خب جواب شما قفل شده و دوستا من مطمئن هستم در این جمع عزیزان هستن که آشپزیشون خیلی خوب است. شما بگوین در چیزایی که بوره اضافه میشه. کیک؟ کیک و کلچه. یک کس ماست هم گفت فکر کنم. خب حالا میریم جواب دوستا رو میبینیم. تیم نظامی پاسخ که دادن فیرینی بود. نخیر انتخاب نشدن که ازاد سوال دوم هم تیم محمدی به دست آوردن. جوابای باز نشده رو ببینیم. حالا کدام موارد هست؟ خیلی از موارد هست که غذاها و یا هم نوشدنی هست که در او بوره اضافه میشه. شماره پنجم. شماره چهارم شعله شیرین. شماره سوم آب لیمو. و شماره دوم هم کیک. بله. که اگر جواب عدیه و امیرا فکر جواب دوستا بود نیست یکی؟ آه جواب عایشه جان بود که اگر سکینه جان امرای زو موافقت میکردی اینال باید بعد از این امرای گپای عایشه جان موافقت کنی چون دوباره است که جواب خوب عایشه میته. خب بر صورت چیزایی که شما هم گفتین دوستا در اونا هم بوره اضافه میشه ولی 100 نفر اونا را انتخاب نکرده تو نیست که اونا مورد اشتباهی بوده باشه. و جواب هم تکمیل شد. ما هم قرار است که بریم سمت سوال سوم برنامه. آماده است نفرهای آخر. تیم های ما آماده رقابت هستند. ما هم یک نفس تازه می کنیم با وقفه. سلام دوباره عزیزان و بازم
خوش آمدین به برنامه رو در رو. ما قرار است که یک ساعت تمام با شما عزیزان باشیم و حالا هم تیم های مواده رقابت هستن. میریم سمت سوال سوم برنامه. هیجان رو در رو حالا بیشتر و بیشتر شده. شما عزیزان هم بیننده ما باشین که کدام یک از تیم های ما برنده هستن. نفرهای آخر در کنار ما تشریف میارن. باران و هدیه. خوش آمدین دوستان. ای سلام با من بود یا با عدیه؟ مقصد عدیه جان امروی دشمنی اعلام کرده. علیکم نمیگم. من سلام تا علیک میگیرم باران جان. خب دوستان آماده است این سوال که از شما میپرسم سروی شده. این سوال 5 پاسخ گرفته و 200 امتیاز داره. بپرسم بریم راستان سر اصل مطلب یا چی میگی عدیه؟ عدیه میگه راست برو سر اصل مطلب و سر سوال. خب معمولا کدام ضرب زبانی آسان است؟ عدیه از همون دوران مکتب اگر بیادت باشه کدام ضرب زبانی زیاد آسان است؟ دودو. یک دودو. دودو هم میشه؟ نه یک دودو چار. بله. خب بریم پاسخ رو ببینیم. بله آسان ترین شام هم یک دودو است. مشوره تیمتان. خب فعلا تشریف بر باران جان. یک دو این ضرب زبانی ها دوست یک رقم و شما رو به مویاد مکتب نبرد من که برد. سکینه جان کدام ضرب زبانی برای خودت زیاد در دوران مکتب آسان بوده؟ یک پنج پنج. بسیار عالی. اما طور به ترتیب امتیازات رو تانستین که پیدا بکنین. هایشه جان کدام ضرب زبانی به نظر زیاد سخت است؟ اولی را بگم. سختش یک نوناست. آه از امیشت هم بالا سخت میشد نی؟ و کدام یکی آسان است آیشه؟ پنج؟ چهار؟ سه؟ یک سه سه منظور تست آیشه جان. بسیار عالی. هفته چند میشه دوستا؟ هفته 21. بله آفرین. خب امیرا جان کدام ضرب زبانی آسان از زیاد؟ شش. انتخاب نشده نسبتاً سخت‌تر است. این حال دیگه شما بگیرین آسان شو پیدا کنین دوستا. عدیه جان کدام ضرب زبانی را زیاد خوش داری؟ یک داده. یک یافت. اما آسان شو پیدا کردی عدیه جان پاسختم یک داده است؟ بله. و دو تا چند میشه عدیه؟ 20. سه تا چند میشه؟ 30. اینه راست میگه عدیه خیلی آسان است. بریم ببینیم پاسخ را. انتخاب نشده این مورد. شما مشوره کنین دوستا. خب یک شانس دارین سکینه جان. تو حال تیم شما امتیاز نگرفته و امتیازات را تیم مقابلتان گرفته. اگر امکان داره که اگر امتیازاتی سوال هم سمتون رو بره برنده شن پس از شانس که دارین به خوبی استفاده کنین. کدام ضرب زبانی زیاد آسان است؟ یک چار چار. بله یکی هم آسان است. همتون راسته دوست آسان است؟ یک چار چار آسان است. خب بریم ببینیم انتخاب شده یک چار چار در میان پسخوا است؟ بله. خب یک شانس و یک پاسخ فقط مانده درست است؟ هایشه جان او هم به دست خودت است. ضرب زبانی که آسان است؟ یک هفته هفته. شماره پنجم. نخیر و شانس آمد سمت تیم محمدی ولی بازم اگر اینا جواب اشتباه بتن دوستا شما شانس دارین. اینا دعا کردن میرن که جوابتان اشتباه باشه. خب باران جان ضرب زبانی که خیلی آسان است؟ ضرب زبانی یک یازده یازده. یازده یازده؟ بله. خب فاطمه ضرب زبانی که آسان است؟ موافق هستم. خود دو یازده؟ بیست و دو. مرزیه جان ضرب زبانی که آسان است؟ هفت. هفت؟ بله. اومان جان پاسخ نهایی چی است؟ پاسخ مهم. با فاطمه جان و باران جان موافق هستم یک یازده یازده. خب یک یازده یازده. دوستا یک یازده یازده آسان است به نظر شما؟ یک یک انتخاب. یک یک؟ خب دو یک دو همین رقم؟ خب بریم جواب رو ببینیم. شماره پنجم. نه خیر انتخاب نشدم امتیازات را تیم نظامی و دست آوردن.
170 امتیاز و 81 امتیاز تا حال هر دو تیم ما شانس داره، ولی 11-11 شما انتخاب کردین مشکل است نسبتاً دوستا. بر شما شما تمام تر ریاضیدان هستین، ولی در کل یک کمک مشکل میشه دیگه. خب جواب که باقی مونده شماره پنجم 199. نونو آسان است دوستا؟ نه نونو سخت است. خب حالا به نظر صد نفر این نونو آسان تر بوده و این انتخاب کردن اونا. خب میریم سوال چهارم برنامه را هم از نفرهای اول میپرسیم، پس تشریف بیاریم در کنارم سکینه و آمان جان. دو رهبر، کسانی که سوال مهم و سرنوشت برنامه را هم از شان میپرسم، حالا ببینیم که شما چی کار میکنین. درست است؟ آمده هستیم، فقط من سوال اول نشده که دوستان. سوال که از شما دوستان میپرسم سروی شده است، سه پاسخ گرفته و 300 امتیاز داره. سوال نسبتا مهم برنامه ولی خیلی هم آسان است. آمده هستین؟ کدام رنگ چادر؟ پاسخ چی سکینه؟ سیاه. سیاه چی؟ سوال چی بود؟ خب من سیاه جواب دادم، سوالش چی بود؟ جواب ببینیم این رقم اوش. بله به این اوشه که سکینه داره. آفرین که حتی سوال هم کلمه دومش را نخوانده بودم و جوابش را پیدا کرد که سوال همی بود کدام رنگ چادر بیشتر گرمی را جذب میکنه، که خیلی دقیق هم جواب داد. مشوره تیمتان؟ خب میریم سمت تیم نظامی. خب امیرا جان که سوال را نخوانده و ناشنیده جواب داد، شما دیگه دوستا حالا شنیدین، پس شما هم جوابای خوب بتین. درست است؟ آیشه جان کدام رنگ چادر گرمی را بیشتر جذب میکنه؟ سیاه که خیلی دقیق بود، رنگ سیاه بیشتر گرمی و آفتاب، نور آفتاب را به خودش جذب میکنه. این حالا خودت یک رنگ دیگر را بگو برام. جیگری. این یکی را من نشنیدیم، فکر نکنم. حالا ببینیم انتخاب شده. امیرا کدام رنگ چادر بیشتر نور آفتاب را به خودش جذب میکنه؟ شطوری. خب این شطوری هم دیگه مو همسایی رنگ جگری میشه، ولی وقتی که یعنی جگری نباشه فکر نکنم مو هم انتخاب شده باشه. حالا ببینیم مشوره کنین با هم. یک شانس دوستا، فقط یک شانستون مونده، کمی شانس خیلی مهم است، شما خوب استفاده کنین. درست است؟ عدیا کدام رنگ چادر بیشتر گرمی رو به خودش جذب میکنه؟ سرمه‌ای. رنگ سرمه‌ای پاسخ است. خب بریم ببینیم پاسخ دوستای منتخاب شده. نخیر دوستا، سکینه جان که ما رو به طرف تیم شما آورد، ولی شما به دقت پاسخ ندادین، ولی حالا میریم سمت تیم محمدی، بازم شانس دارین. سوال اساس، مرحله اساس و پاسخ هم خیلی اساس است، پس پاسخ خوب برام بتین. درست است؟ باران، رنگ چادر که بیشتر گرمی رو به خودش جذب میکنه؟ خاکستری. فاطمه جان موافق هستی؟ سرخ. سرخ. اوما جان پاسخ خود چی است؟ رنگ چادر که گرمی رو بیشتر جذب میکنه؟ خاکستری. موافق هستی؟ موافق هستی؟ بله. چی میگین دوستا، خاکستری باشه؟ سرخ. خب خاکستری رنگ سبک است، فکر نکنم جذب بکنم. و یک پاسخ هم دوستای ما بگفتن. حالا ببینیم اول پاسخ تیم محمدی را. نه خیر، امتیازات را تیم نظامی را دست آوردن. که مجموعه امتیازاتشان برندن روز نشدین دوستا، 290 امتیاز را به دست آوردن، ولی باز هم شانس دارین. جوابای باقی مانده شماره سوم لاجوردی، اما دوستا کابی گفته بود هم نزدیکش میشه. و شماره دوم قهوه‌ای، رنگایی که به خودش بیشتر گرمی را جذب میکنه. سوال پنجم نفرای دوم میاین، مرضیه و عایشه. خوش آمدین دوست. سوال مهم برنامه را ما از شما میپرسیم. درست است؟ فقط سوال که ما از شما میپرسیم یک جواب گرفته، ساده و مهم هست، 300 امتیاز دارم. مرکز ولایت بلخ کدام شهر است؟ مرضیه. میدان وردک.
آیشه جان، مرکز ولایت بلخ کدام شهر است؟ خیلی آسان. مزار. ببینیم پاسخ را که بله، انتخاب شده و تیم نظامی برنده رقابت روداروی امشب مطمئن میتونی تشریف ببری آیشه خان؟ خودت هم میتونی مرضیه جان تشریف ببری عزیز من. خب دوستو فکر میکردین که برنده شوین؟ بله. بسیار خوب، امید اعتماد به نفستون شما رو برنده هم ساخت. خب ما با امید برنده شدن از خانه برآمده بودیم. بسیار خوب و همونطور خوشخندان دیگه به طرف خانه هم برین، باز از روی اگان شیرینی هم بگیرین به خانه آمده تقسیم بکنین. اصلا 10,000 افغانی هم از طرف برنامه ایکس بول رو در رو به شما دوستان تقدیمتون، از این هم به خوشی و خوبی استفاده بکنین. مشوره کنین کی ها میایه بخاطر 500,000 افغانی با ما رقابت میکنن، درست است؟ و دوستا سپاس از شما عزیزان، اصلا ناراحت نباشین دیگه، برد و باخت اینجا مطرح نیست، همین که شما تشریف آوردین اینجا خدا کنه که ما که در کنار شما یک شب خوب داشتیم، برنامه خوب بود، بر شما عزیزانم خوش گذشته باشه. اما جان اگر عرف با بیننده هام داری، کمره های ما در خدمت است. کدام گفتنی خاص ندارم، همه اگر جای باشن جور صحتمند باشن. بله از ما تشکر، با امید صحتمندی و سلامتی خودتان هم بازم کف بزنین. دوستا با تیم محمدی خوش آمدین. کی ها میای بخاطر 500,000 افغانی رقابت؟ خانم همیرا جان. درسته است، شما بفرمایید در کنار ما. همیرا و سکینه. مقابل کمره پهلوی هم استاده شوین. کی اول پاسخ میده دوستا؟ اول خودم پاسخ میده. ساختین خودت؟ خب درست. همیرا بفرماسم تو قرام عزیزم. ما با خودت هم بدن هستیم و سکینه هم یک نفس تازه میکنه. بیننده ما باشین. وقفه. شما بیننده ما هستین و ما هم قرار است که مرحله 500,000 را با سکینه جان آغاز کنیم. سکینه آماده هستی؟ بله. خب سکینه جان کوشش کن 200 امتیاز که ما اینجا داریم حداقل خودت بتونی 100ش را پوره بسازی تا 100 دیگه ش هم همیرا جان پوره کنه و برنده شوین. درست؟ کوشش خودم میکنم. کوشش بکنه، اعتماد به نفسم که میفهم داری. بله. حتماً میشه. خب همیرا جان خودت 20 ثانیه زمان داری، من از خودت 5 سوال را میپرسم که 5 سوال 200 امتیاز داره، هر کدام شه که جواب دادن نتونستی بگو بگذر، او را در آخر دوباره میپرسم، فقط از ثانیه هایت به خوبی استفاده کن. آماده؟ درست. 20 ثانیه زمان آماده دوستا. کدام ولایت افغانستان در تابستان نیز هوای مرطوب دارد؟ کابل. یک نوع شیرینی را نام ببرید که در هر خانه همیشه موجود است. چاکلیت. معمولا با سیم ترتکه کدام نوع لباس می توانید برای خود آماده کنید؟ اجاب. کدام وسیله آشپزخانه برای آشپزی نیاز و ضروری است؟ چاقو. از کدام رنگ قلم بیشتر استفاده می کنید؟ آبی. بسیار عالی، کف بزنیم و سکینه جان فرخلاده بود. سکینه پاسخهایی در کنار ما بیا و در ثانیه هایی که من پاسخ دادی. خب پاسخ سوال اولی بود که کدام ولایت افغانستان در تابستانی زوایای مرطوب داره؟ پاسخ کابل بود. خب امتیازش رو ببینیم، 11 امتیاز، ولی نسبت به کابل ولایت های دیگه هم داریم که هوای مرطوب تر می داشته باشه در تابستانم. یک نوع شیرینی را نام ببرید که در هر خانه همیشه موجود است. پاسخ چاکلیت. 31 امتیاز، بسیار خوبش. سوال سوم، معمولا با سیم ترتکه کدام نوع لباس می توانید برای خود آماده بسازید؟ پاسخت بود 15 امتیاز، ولی به اجاب فکر کنم که تکی بیشتر نیاز است. سوال چهارم، کدام وسیله آشپزخانه برای آشپزی ضروری است؟ پاسخت 5 امتیاز. خب سوال آخر بود، از کدام رنگ قلم بیشتر استفاده می کنید؟ پاسخ رنگ آبی بود و امتیازش 3 امتیاز. بسیار عالی، 92 امتیاز را سکینه جان به دست آوردی. امتیازات خوب است، من امیدوارم که همیرا جان بتونه که مطابق امتیازات را پوره بکنه. خب سپاس از خودت سکینه عزیز، میتونی تشریف ببری عزیز من. و حالا هم همیرا جان میآیند در کنار ما و سوالات پاسخ میتن. خوش آمدی همیرا جان. خوش باشین گیتی جان.
خب 92 یا 97 فوت فکر کنم 92 امتیاز را سکینه جان چند تای دیگه هم من باش از طرف خود داده بودم 92 امتیاز را سکینه تانست که به دست بیاره. حالا متباقیش هم مسئولیت خودت است سمیرا جان. 25 ثانیه ما به خودت تقدیم میکنم. از 25 ثانیه که داری به خوبی استفاده کن. درست است؟ درست. سرعت تا کنترل کن، تمرکز خوب داشته باش، ان شاء الله که میتونی سوالات را خوب پاسخ بدی چون خیلی ساده هستن. آماده عزیز من؟ درست. آماده. خب هر سوال را که جواب دادن نتونستی بگو بگذر، در آخر دوباره میپرسم جواب تکرار یوشدار زود جواب تا تبدیل کن. درست است؟ 25 ثانیه زمان آماده هم کارا. کدام ولایت افغانستان در تابستانی زوای مرطوب دارد؟ ننگرهار. یک نوع شیرینی را نام ببرید که در هر خانه همیشه موجود است. چاکلیت. تکرار. شیرینی. معمولا با سیم ترتکه کدام نوع لباس را می توانید برای خود آماده کنید؟ ماهی دامن. کدام وسیله آشپزخانه برای آشپزی ضروری است؟ دک. از کدام رنگ قلم بیشتر استفاده می کنید؟ سیاه. بسیار عالی. کم بزنید با امیرا. امیرا جان در کنار من بیا عزیز من، ببینیم امتیازات تا درست است. پهلوی مستداشو. سوال اول، کدام ولایت افغانستان در تابستانی زوای مرطوب دارد؟ پاسخ بود؟ پاسخ ولایت ننگرهار بود. امتیاز؟ خب چون که ولایت ننگرهار در تابستان و بهار خیلی آب هوای گرم داره، مرطوب نیست. و امتیاز بلند هم ولایت نورستان است که آب هوای مرطوب داره. سوال دوم، یک نوع شیرینی را نام ببرید که در هر خانه و همیشه موجود است. پاسخ شیرینی. ایره مشخص نه ساختی امیرا جان که مثلا کدام شیرینی، مثل که سکینه مشخصا گفت چاکلیت، حالا میشد که بگویی قند و نبات یا کل چک. خب حالا ببینیم امتیاز گرفته با مو دلیل که مشخص نساختیش. و امتیاز بلند چاکلیت که سکینه گفته بود. سوال سوم، معمولا با سه متر تکه کدام نوع لباس می توانیم برای خود آماده کنیم؟ پاسخ ماهی دامن. با فکرم خوب خیاطی بلد است یوم عراقی رو پیدا کرد. خوب بسیار خوب. ببینیم امتیاز را، هفت امتیاز. و امتیاز بلندم پنجابی است که در محد معمول فکر کنم با سه متر تکه آماده می سازن. سوال چهارم، کدام وسیله آشپزخانه برای آشپزی ضروری است؟ پاسخت بله، اگر دیگه نباشد اگر اصلا نیاز نیست سمت آشپزخانه بریم. و امتیاز سه و یک امتیاز. امتیاز بلندم دیگه است. سوال آخر است، کدام رنگ قلم بیشتر استفاده می کنید؟ پاسخ بود رنگ سیاهی هم دقیق هست یا وهابی بیشتر کاربرد دارن. و امتیاز رو ببینیم، دوازده امتیاز. امتیاز بلندم رنگ آبیه که سکینه جان گفته بود. 142 امتیاز را تکمیل ساختین. 200 امتیاز پرانش ولی بازم تیمتان برنده است. 10000 پانی را به دست آوردین. از او به خوشی و خوبی استفاده کنیم. و سپاس که اینجا تشریف آوردین. همیشه موفق و خوش و خندان باشین امیرا جان. میتونی تشریف آوری عزیز من. و سپاس از یاری شما عزیزانم که ما را تنها نگذاشتین و یک ساعت تمام با ما بودین. و جا داره که بازم تشکری کنیم از اکسپول. اگر به دنبال یک مشتری انرژی سا با تمهای مختلف هستین، اکسپول را امتحان کنین. اکسپول انرژی است برای زندگی. ویتامین های مورد نیاز بدنتان را هم تکمیل می سازه. پس حتما اکسپول نوش جان بکنین چون جایز خیلی خوب را هم براتون تقدیم می کنم. بنوش و برندشو باش سکینه جان. طرف من بعد به سلمی کرد پس مهندامش خوش آمدین دوستا. انتقاد پیشنهاد سوال نمبر واتساپ برنامه و عزیزان که دوست دارن در کنار ما بیاین یک شب خاطر انگیز را اینجا با ما تجربه کنن. به 456 تماس بگیرن کلیدای 622. و بعد از اینکه آواز بیپ را هم شنیدین اسم های خودتون و هم تیمی هایتون را بگوین در آخر علامت نمبر فشار بدین و به می سادگی ما شما را به اینجا دعوت میکنیم. و در زندگی همیشه یک شانس دوم وجود داره و اون شانس دوم فردا است. پس از فردایتان به خوبی استفاده کنین. تا بعد هم خدا نگهدار همه ایتان.